بله میدونم. میتونی ببری؟ ببری. از بنابراین تلویزیونم اضافه شد. بله محمد. بله. چی را از تو بولی جمع می کنن؟ می خواهیم از اینجا بریم؟ آقا، حالا من با این دوتا بچه چی کار کنم؟ معذرت می خواهم، ما کاری از دستمون بر نمیاد، مجبوریم کلیه یه اموال رو ضبط کنیم. هنوز یه هفته از مرگ شوهرم نگذشته. بذاریم من با طلبکاری صحبت کنم، شاید رضایت بده. دارم میمیرم. متاسفم خانم. مگه شما رحم و مروت نداری؟ من بیوه‌ام با این دو تا بچه چی کار کنم؟ بذارم زمین، بذارم زمین، بذارم آسونیم و آروم باشید خانم. آروم باشید. ببینید چی میگم، ببینید چی میگم خانم. ما تقصیری نداریم. طبق شکایت طلبکار شوهرتون از حالا این خونه و کلیه وسایلش باید ضبط بشه. ما هیچ گناهی نداریم. حالا پس من با این دوتا بچه یتیم چی کنم؟ شما میتونید به طلبکار مراجعه کنید و از رضایت اونو بگیرید. در غیر این صورت ما بی تقصیر کنیم. کجا میتونم ببینمش؟ برین کنار، اونجا چرا وایسادی؟ من با آقا کار داشتم. چیه؟ چه خبره؟ چی میخواین؟ آقا، من زن قاسمم. اینا هم بچه های بی پدری هم که از اون واسه مونده. به ما رحم کنی، من مریضم. من و بچه هم امیدمون به شما. خب چی میخوای؟ ببینین آقا، امروز صبح وکیل شما تمام خون زندگی ما رو توقیف کرد. هرچی که داشتیم از همون گرفت. من و این بچه ها آواره یه کوچه با خیابون شد. خب میخواستی چی کار کنه؟ لابا توقع داشتی من از طلبم صرف نظر کنم ها؟ نه آقا، فقط اجازه بدید یه چند وقتی تو اون خونه بمونید تا بلکه یه سرانجامی بگیرید. تو خیال میکنی با بچه حرف میزنی؟ زمانی که شوهرت چپ و راست از من پول قرض میگرفت تو کجا بودی؟ شما ارائه کلشی رو خوب یاد گرفتیم. برو جانم برو و دیگه میبرم پیدا نشه. را بفهمنده صرف کنید. تو خدا صرف کنید آقا. یه دقیقه صرف
متاسفم. کار از کار گذشته. اگر اینجا نمیشه کاری کرد. متاسفم خانم. از بستگانتون. نه بابا. هم برست محصر به خدا آوردمش اینجا. بابا. بله دیر خبر کرده خانم. اطلاع بدین تا برای دست جواز صادر میشه. خدا حافظ. خدا حافظ. مرد شنه راحت شد. دیگه بسته پاشیم بریم. ما رو کجا میخواییم ببریم؟ شما دوتا از امروز تو خونه من زندگی میکنید. نه مامانمو میخوام. مامان نمیه. مامانم گفته که خونه هیچ کس نداریم. بچه های خوب شما ها چه جایی رو نداریم. بنشین بابا جون. آتیش به اون گیونه بیافته مرد. میبین خواه میخواد بچه ها رو بیاره تو خونه مرد. گناه داره. چه گناهی؟ بیا بریم. بلنشین بابا جون. بلنشین. بریم از اون سوز دلتون برم. کمکت میکنم.
صدای چی میگی؟ لالیل مازی چرا؟ لالیل کنم از کردم خانم از دست مفتاد تقصیر اون پیرستگی که شما رو بابان گردن من کردی چی شده زن؟ بازم که این طفل معصوم و کتک سری گناه داره آخه تو دیگه در باقی تو بزن زیر دفره باشو خانم آخه چرا میزن؟ دلی مابو خدا خر شناخ شاخش نداد پسر اگه ننه باباشو نمیدید ادعاش به عرش میرسید دادشتی من از اینجا ببرد خانم وقتی مادرم زنده بود یه دفعه مشگان کتک نزد مادر گوه به گوه شد تو این خونه از این خبرو نیست اگه بازم از این کارو بکنی اینقدر میزنه تو باز میاری نه خانم ما که حالا هر چی شما گفتیم گوش کردیم اما دیگه اینجا نمیمونیم ما از اینجا میریم دنیایی به این بزرگی یه جایی پیدا میشه که مام توی زندگی کنی خوش اومدی هری خیال کردن هفت شب جونه به توپ مرواری باستشون دخیل بستن آخه زن خدا رو خوش نمیاد این دو تا بچه یتیم هیچ سرپناهی ندارن تو دیگه خفه شو هرچی میکشم از دست توه آخه زن اونا بی سرپرستن رحم داشته باش به درک که بی سرپرستن من اینجا گل خونه هست من اینجا گل خونه هست از اینجا میگه دارم آره تو دیگه چه باشه من دیگه این 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 آخه زن اونا کجا برن بچه ها یتیم هست خاله خاله سگی نبونی جسته گردش به ما نشسته از که دلی یتیم نباشن پیر سک نگو نگو خواهرشون ببرید نگو نگو بیارید آخه دادش گوش نمی الان براتون رو میخواد باره کلا بچه های خود چه می گرفتی؟ خودش به منگه تو خودی به بریم نون بخریم پولو بده شما یا نه؟ آها چیه پسر جون؟ این پولو که رو پس بگیریم ما گدا نیستیم عیبی نداره بچه جون من فکرم فقیر هستیم باره کلا بزنم باره کلا
من گرد چه دنیا بدن من بیچارم. سلام خوشلو خوشل سلام. سلام آقا. گوش نکرد؟ نه آقا گوش نمی. سلام خوشلو. خواهم اینجا نشستی که چیکار بکنه؟ کاری نداری؟ چرا؟ یه خواهر دارم. کجا؟ نمیدونم گمش کردم. پار تو روزا چی کار میکنی؟ هیچی. ببینم دلم میخواد کاتب بشی؟ آره آقا دلم میخواد کار کنم. خب از امروز استخدام شدی. یعنی چی؟ ببینم تو با ساعت بگم رنگ رو پریده پسر. اول باز شیکم رو سیر کرد بعد رفت دنبال کار. با نهش تو بسرد بگم آبارم دینگ بریم لای دل. خیلی شدم. خدا رو شکر. حالا که همه چیز رو بهم گفتی و منم فهمیدم که بچه زرنگ هستی دیگه یه دقیقا تنها نمیتونم. تو باید پیش خودم باشی، پیش خودم درس بخونی. درزن تو به فکر جانه باش. هر دمو تو قهر خونه میخوابی. تو قهر خونه؟ آره پسر. لحاتمونم آسمونم و دوشکمونم زمین. بیشتر آخه نمیشه اوسا. یه کارش کن بشه بازم بیشتر. آخه چی باید این کارو بکنم؟ باید بدنت نرم بشه. اگه میخوای نون بخوری باز مثل مار لول بخوری. دوباره یالا بیشتر اش کن. آفرین پسر. جانم به بوجک. خوبه روستا؟ آلیه پسر مارکه. خب بلند شو سهرت که برو جک این زیره. خب ولی باید چی کار بکنم؟ ها تو بچه باهوشی هستی برو جک. من تو خیلی با هم جوریم. جونم وزمون خوب میشه پسر. دیگه احتیاج نیست که تو گشتگی بکشی چون با اوز قاسمه تی. اما من نکاره تو خود اون وقت دیگه تو سی خودت ما هم سی خودمون. اینشالله که پیداش میکنه. اما شالله اوز تو حاضر باش که آدم. چجوری این کارو کردی پسر؟ اینجوری تو بگی پسر تو معرکه ای؟ این کارو کجا یاد گرفتی؟ میخواه یه پیدو که من تو محل رو دست نداشت تو به تیپم همه چی اخوره یاد گرفتم اون سفه. خوب سیاهت کنستم. از امروز کالی به درخم اضافه میشه. به
اینجا خوابیدی؟ بلند شو دختر جان، بلند شو. من رحمانو میخوام، داداشمو میخوام. داداشت کجا رفته؟ نمیدونم. تو خونه و زندگی نداری؟ نه آقا، من فقط یه داداش دارم. اسم داداشت چی؟ اسمش رحمانه، مادرم مرده. من داداشمو میخوام، من اونو گمش کردم. من هیچ کسی ندارم. خیلی خوب گریه نکن، من داداشتو پیدا میکنم. دلت میخواد پلوی من باشی؟ اگه شما داداشمو پیدا کنی، من همیشه پلوی شما میمونم. پس دیگه گریه نکن، دختر به این قشنگی نباید گریه کنه. بلند شو بری تو، بلند شو، بیا برو تو جمع. چه کار میکنی؟ هیچی. بده من، تو با چه زرنگ هستی؟ چرا این کارو میکنی؟ آقا به خدا من این کاری نیستم. پس چرا جیب منو زدی؟ تو رو خدا منو ندین دست پلیس. نه ترس بسر جون، نمیدم. دلت میخواد دیگه دزدی نکنی؟ من باید دخت پس بدم. اگه با من باشی دیگه دخت پس نمیدی. باشه؟ باشه آقا. بریم. یه روزی دوباره هم دیگه رو ببینین؟ نه، اما تو خیلی وضعت عوض شده اوسا. اون موقع واسه یه وعده غذا الله اکبر چه کارایی که نمی کردم. از با سوهر، اما حالا خیلی از سفره من نوم می خورم. خدا سفرت رو رنگین تر کنه اوسا. اما نگفتی با من چی کار داری؟ یه پیشنهاد. چه پیشنهادی؟ یه سرقت کلون. دست شما درد نکنه اوستا. بچه نشه وروجک، 250,000 تومان کم پولی نیست. همه کاری میشه باش کرد. 250,000 تومان؟ 250,000 تومان نقد. نه اوستا، بهت چه گفتم، دیگه من از اوناش نیستم. از هیچی ندست بسر، پس پس این کار برمیای. نه اوستا، گوش کن ببین چی. نه بهتره تو گوش کنی اوستا. من از بچگی اقبال درستی نداشتم. 11 سال پیش که از تو جدا شدم، یه پیر مرد خدا بیامرزی به هم یاد داد که میشه از راهای بهتری هم نون در آورد. آره اوسا، از اون به بعد با پشتک و بارو زندگیمو گذروندم. من آدم قانعیم، من با نون جو میسازم، اما دیگه زیر علم تو خم نمیشم. از وقتی که دوباره پیدات کردم سایه به سایه مواظبت بودم. این فکر به سرم افتاد که این سرقت رو با تو انجام بدم و خودم میگفتم وقتی از خدمت نظام مرخص شدی شروع میکنیم. من روز رو خیلی حساب میکردم پسر. اشتباه کردی اوسا، ببخش اینو. میدونم که یه روزی پشیمون میشی. باشه، فکراتو بکن، وقتی حاضر شدی به هم خبر بده. قربونت اوسا، برو این دام بر مرغ دگر نه. خدا افسو. Thank you.
والا یه چند وقتی حرفا یکی دو روز چند موضوع یاد خیلی خوب بچه ها تو بشین اینجا و یه چیزی بخوری ما میریم به پخت دو بابا و میره تو Thank you.
چیه؟ همه تو نشستین دارین بر رو بر منو نگاه میکنین و میخندین؟ یه مرد شما نیست که من از دست نرگون نجات بده؟ چرا؟ جمعونم یکی ها؟ جمال آقا رو این گزانه برش کنی موسیقی جون چند وقتی بود کتک نخورده بودیم حالا میخوری نزدیک بود چونم رو خورد کنی حالا دیگه ولش کنی اگه ولش نکنم چطور میشه؟ چطور میشه؟ زرم نیستم قهرم هم من تو رو دوست کارتی 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 دوش بچه ها دستمون در نکنی تو رو خوده دیگه خودتون رو واسه من ناراحت نکنی به خودت نگیر واسه خاطر تو نبود از رفتارشون هیچ خوشم نیمه آخه نومردی هم حدی داره اونا هر شب یه جوری من اذیت میکنن چرا؟ خب دیگه اینجا کافه هست تا دو تا استکان رقب گلوشون پایین میره شروع میکنن میشه منو برسونین خونه؟ آخه من اونجوری با سر رون سبز بشن اونا دست بردار نیستن خیلی خوب بزن بری بسری اسمت چیه همون جو؟ داریوش او باری کلا داریوش باری کلا داریوش بعدش هم دیگه نتونست رو بس به دکتر بشو بشتدین؟ آره اما میگم خیلی خرج برمیداره تو خوب بشو من نمیدونم چه جوری دلت میاد یه بچه اینجوری رو تو خونه بذاری و خودت تا نصف شب تو کافه واسه مردم می ناشناش برخصی چون خودم رو می سوزونه بیرونم مردم آخه تو چی می دونی؟ تو حالا شده درست بشه کسی گرو باشه تو حالا شده درست بسه خاطر یه چیزی یه کسی تو حال و ولا باشه تو حالا شده که یه بچه ناقص داشته باشی یا نتونی بسش قضا دست بکنی خب اینم بچه همه چی کار می تونم بکنم؟ سواد درست حسابیان ندارم که جایی بتونم کار بکنم موضوعی که من دارم کنسطی هم نمیتونم بکنم تست دخلم کسی تو خرچه هی کلمو نمیده دلمو ریش کردی زن؟ نه قم به دلت راه نده قم تو دل ما راه نداره آخه وا سالار سپاه قشون خنده ای وقت بعد از منه اگه یه مردی پیدا می شد یه لغمه نون به من و بچه هم می داد دیگه چه غمی داشتم نون
نمیدونم چرا تو دنیا که به این بزرگی فقط من باید حسرت به دل همه چی بمونم. ببین جان، اون که اون بالاست جای حق نشسته. نمیدونم، شاید اینجوری مقدره که منو تو سر رای هم سبز بشی. اگه بخوای من کمکت میکنم. من از خدا میخوام، حاضرم کلفتی تو بکنم. بگه چادر تو بپیش دوره. دیگه هم دلم نمیخواد بری کافه. بالاخره یه لقمه نونو که ازت هم نگرفتن. اما باز قول بدی مثل یه خانم تو خونه بشینی و از بچت مواظبت کنی. قول میدم. خب دیگه من باز برم. دیر وقت همینجو بمون. نه بابا جان، تو یه زن تنهایی، همسایه ها واسه حرف در میارن. فردا میام میبینم. خدا حافظ. Ah!
دیگه کی بود؟ بیان جلو. بیای. یامی برا پیداتون نشه. باید میدونه که رئیس این کارا خوشش نمیاد. جمعونم سر صورت زیادی کرده ضعیفه. خوافشو ایک برو به اربابت بگو اون ماما رو دیگه لولو برد، لاله دیگه برد نمیگرده تو خونه اولش. چراتی بچه چی گفت؟ آره. برو دیگه پر رو رفتم یه بیریم. آقای بیلی آقا، چند تا آدم گردن کلفت این همه راه رفتن و دستخالی برگشتن. چیه؟ یه آدم واسه خودشیرینی بالای زنی که در اومده. به شما هم میشه گفت مرد؟ قاسم خان، اگه یه لشکرم بودیم از پس اون بر نمی اومدیم. مسخره است. اگه اون کی بود؟ رحمان بود رئیس. رحمان؟ دیرم گواهی میده که من و تو نمیتونیم با هم باشیم. این حرف نزن، من بهت قول دادم، مرد و قولش. من نمیخوام تو خودتو واسه خاطر من به درد سر بندازی. ای بابا، درد سر رو پیشونی ما نوشته، نواس ازش ترسی. ایشالا با همدیگه میریم سفر خراسان، همونجا دخل میبندیم تا امام رضا سبب خیری پیش بیاره که را رفتن بچه‌مو ببینم. چمپونه نیست. من میتونم را برم. 250,000 تومان چمپونه نیست. آره میدونم، همه کاری میشه باش کرد. در حال یه روزی داره زود میرسی. منظوری چیه؟ بعدم بهت میگم. خب دیگه من باز برم. بسه دیگه مامان جو، بسه. بی تو بقلم بیا. نه جوون نکنم، همون فردا میام. نوزشو برم. مواظب خودت باش. خیلی خوب. خدا بیا بیا تو بخلم. خوب باش مامانی. خیلی خوب رفتی دیگه. میدونستم بالاخره سر عقل میای. دلم نمیخواست اما مجبورم. پای انسان در میونه. خوبه کسه کار پیدا کردی. جمع باشه جانم، من تا اونجایی که بتونم سعی خودم رو میکنم. ولی چی دکتر؟
لازمه که زیر این ورقه رو امضا کنید. برای چی؟ احتمال این هست که پای بچه رو قطع کنید. باید ولی بچه رضایت بده. باشه دکتر، امضا میکنم. خب دکتر، بچه رو کی بیارم؟ هر وقت موقع شد خودم میارمش بیمارستان. متشکرم دکتر، امیدوارم موفق بشی. خواهش میکنم. خدافظ شما. به سلامت. خوبه، از شعب زبونش راحت شدی. رحمان چه واسه اینجا بمونی؟ تا وقتی که آبا از آسیا بیفته. اگه ردمونو پیدا بکنم گندش در میاد. نکنه ساچمن لومون بده. نه با اون دهنش گرسه. هر کی دلش بخواد میتونه برگرده. دبیا درست شد.
گوش کنید بچه ها، شما همین که باشین من سایه برمیگردم. مسجد جای خدا به من ناقص کمک کنین. سلام پدر. سلام علیکم. ببینم تو حاضری یک کار راحت با پول خوب قبول کنی؟ یعنی چی آقا؟ بهت میگم ببینم تو در روز چقدر کاسبی ها؟ خدا برکت بده به این مردم. حدود 30-40 تومن تو روزای معمولی و سر برج حدود 100 یا 120 تومن کاسبیم. خدا برکت بده. حاضری روز 500 تومن بگیری و برای من کار کنی؟ چی گفتی؟ گفتم روز 500 تومن. کار من چی آقا؟ کارت اینه که هم لال بشی و هم چف. اگرم اشتباه بکنی وای به حالت. اگه قبول نکنم چی؟ تو قبول میکنی؟ من پولم رو نقد میخوام. خیلی خوب، شب به شب نقد. قبوله. بس من درست میکنی؟ آره. خوشت میاد؟ درد شما درد نکنه، خدا عوضتون نکنه. خیلی خوب دیگه. چه پایی گرو قیمتی؟ قدم آهسته میره آقا. چقدر این پیریا با من زن؟ جونت سیگارم خاموش کرد، میبینی؟ درد شما درد نکنه، پای شما درد نکنه. مرمان شما این همه زحمت کشیدیم رفتیم پامونو دادیم باریدن که بتونیم جدایی کنیم، حالا شما واسه ما پا دست و با کردیم. بابا چاید حرف میزنی، شلوارشو بکش پایی. نه این کار نکنیم. بعد این کار نکنیم. آشه شلوار میگه نه رفت ما درم. خیلی باره بچه. خب تا اینجا که همه چی درسته. خب حالا چجوری باید بریم بیرون؟ آها، حالا باز قیافه همونو عوض کنیم. یعنی بدت کنیم؟ از چجوره؟ من یه نفر سراغ دارم. کجاست؟ علی کجاست بابا؟ از پا افتادیم؟ چه وقتی باید را بریم آخه؟ یه خود سب کنین الان میرسی. وایسا اینجا بزن. کیه؟ آشناس؟ آشنا کیه؟ منم بابا. علی آقا. کدوم علی آقا؟ بابا دست خوش، حالا دیگه ما رو نمیشنسی؟ آخه کدوم علی آقا؟ علی خوشگله. آها بیا تو رفیق، بیا تو. بلاخره شنو. آره من میرم حسین جلاله رو بیارم. تو برای تو من الان میام. سلام علیکم. به به، سلام دوست عزیز. بیا تو بچه ها، بیا. من حسین گدا. غریبه نیستم. شما ها اینجا چی میخواین؟ والا چیز مهمی نمیخواین دوست عزیز، فقط میخواین که بدون سر صدا یه جور قیافه دوستانه عوض کنی که هیچ کس نتونه ما رو بشناسه. این کار از دست من ساخته نیست، من اصلا بلد نیستم کسی رو گریم کنم. شما ها همون سارقین جواهر فروشی هستین؟ نه نه، چیزی بندن نایی بزنم چششو دررم. اگه تو ما رو گیریم نکنی ما مجبوریم که جور دیگه ای رفتار کنی. کاری از دست من ساخته نیست، خواهش میکنم برید بیرون. اگه پلیس بفهمه برای من خیلی بد میشه. اینقدر واسه ما لفظ قلم بلغور نکن، ما واسه امشب از اینجا بریم بیرون، البته گیریم شده. گفتم که این کار من نیست، من بلد نیستم. چرا زدیش پسر؟ اینا رو واسه اینجوری روشونه کم کرد. حیوانی خون دماغم شد. پاشو بشینی رو. بابا وقتی بهت میگن گیرم کن، گیرم کن دیگه. دلم نمیخواد اذیتت کنم، حاصلم هر چقدر که پول بخوای بهت بدم. من به پول شماها احتیاجی ندارم،
زودتر از اینجا برید بیرون و الا به پلیس اطلاع میدم. فضلمون خوش سرت نمیشه ها؟ باشه. او چیزه شما هم میبینین که اگه قیافاتون عوض نشه نمیتونین از شهر خارج بشین. اینم بدون لعنتی که تو هم کشته میشی. مهم نیست، اگه دلتون میخواد میتونید منو بکشید. تیتیش مامانی هم داره، اینقدر دوست دارم از این شهر. نوز بازم میگم اگه ما رو گیریم نکنیم میکشیمت، اما اگه گیریم کنیم من حاضرم پول خیلی کلونی بهت بدم. میدونی مقدارش چقدره؟ 100,000 تومان پول با یه گردنبند گرون قیمت. اینایی که گفتی هیچ کدوم به درد من نمیخوره. من هیچ جور حاضر نیستم به شماها کمک کنم. اگه شوهر نشتاشه من خودم حاضرم بگیرمش. الان کجاست؟ چند روزه که رفته مسافرت. خیلی دلم میخواست که دخترت الان اینجا بود، چون کار ما آسان‌تر میشه. جواب نمیدی؟ گوشی رو بردار ببین کیه. یک کلمه حرف عوضی بزنی به قیمت جونت تموم میشه. الو الو، منزل آقای تورج؟ اشتباه. دلم میخواد عاقلانه تر فکر کنی و پیشنهاد ما را قبول کنی. گفتم که من نمیتونم، خیلی وقت کار نکردم، اصلا یادم رفته. ده من حالا یادت میارم. تو زحمت نکش. من سلام، ما خیلی درمون میخواست شما رو ببینی. شناختم بابا، اینا همون باندی هستن که جواهراتو دزدیدن. چی میخوای؟ هیچی، فقط ازش خواستیم که ما رو گیریم کنه. شما رو گیریم کنه؟ نه پدر، این کارو نکن. اینا همشون باید مجازات بشن. اگه زیاد بربر زبونی کنی زبونتو میبرن. برای چی هستی؟ یه مشلک آسمون جل با تو بوده. خب حالا که حرف حساب سرت نمیشه، مجبورم خشونت به خرج بدم. بچه ها حاضر باشین برای اشبازی با خاطر. بیانم کنین. من الان دختر تو جلو رود کاری میکنیم که خودت خجالت بکشی. بسیم گوشت اگر هیچ کاری نمیتونم بکنن. خب بچه ها حاضر باشی، توی دخترک میخواد واسه ما استریپتیز بود. اول من این گردن بند از کجا بودی؟ این چشه مربوطه پس بزرد. ازت خواهش میکنم به من بگو این گردن بند از کجا بودی؟ مال خودتی یا نه؟ آره مال خودمی، از بچه دی این گردن بند گردنم بود. همون موش با کچروی منی که یه عمر دنبالشم. نمیدونم پس تو رحمان برادر منی. رحمان جلد خاله چرا تو
به این رسالت رحم کن. تو رو خدا به خودت رحم کن، به من رحم کن. تو میدونی من الان از کجا برگشتم؟ میدونی کجا رفته بودم؟ به جایی که هم دیگر رو گم کرده بودی. تو باید خودت به پلیس معرفی کنی. دیگه همه چیز برای من تموم شده. من اگه به دست پلیس بیفتم کارم تمومه. من نمیتونم از این راه برگردم. نه، ماهی رو هر وقت از آب بگیرید تازه است. پدرم کمکت میکنه، درسته پدر؟ پس تو رو همین مرد بزرگ کرده؟ آره، اون پدر مهربونی برای من بود. اون همه چیز منه، هم پدر، هم مادر. بسرم، من ازت میخوام که به خاطر خواهرت از این راه برگردی. دیگه دیر شده. من نمیتونم. نمیتونم. چرا؟ میتونی. همه ی آرزوم این بود که تو رو پیدا کنم. اما که چشمام کور میشد و تو رو به این روزه میدیدم. میشه رب داشتان بتونه بدیم من؟ خودمونو به پلیس معرفی کنیم. چه؟ تو میخوای خودتو معرفی کنی به ما؟ چه؟ به سر گول این دختره نیم وجبی رو نخور، دروغ میگه. اگیرت بیارن میکشنه. نه، من تصمیم گرفتم که خودمو به پلیس معرفی کنم. اما ما تصمیم اون این نیست که زحمت بکشیم و آخرش هم خودمونو به پلیس معرفی کنیم. من تو تمام عمرم آرزوی یه همچین روزی رو داشتم. من دلم میخواد که تو پول قرض بزنم و اون روزم امروزه. هیچ جوری هم این موقعیت رو دلم نمیخواد از دست بدم. بگیر اینه. حالا کاری رو که اون میخواستم اون کنه ما خودمون انجام میدیم. یالا بیا وایس بینم بختر این ور و برش ننداز بوده بیداش کنم. برم کن این کن یو ناده تو برم از پرده بگم بیا مرد بسه کن صورتشون رو عوض کن به ساعت اینجا برم. بسه دیگه بلش کنیم. خیلی خوب قبول میکنم. خوبه، مثل این که سر عقل اومدی. 10 دقیقه به من فرصت بدیم. سعی کن دستان واق کنی. من بهشون کلک زدم. اونا رو به شکل 4 تا قاچاقچی که تحت تعقیب پلیسن گیریم کردن. با همه اینا ممکنه که پلیس به اونا سوء استفاده کنه و یا اصلا نتونه اونا رو ببینه. من باید خودمو بهشون برسونم. من از تو مواظب خودت باش رحمان. خیلی دلم نمیخواد که تو سرم بریم. خدا بسا نگران نباش. شما ها با موتور بریم به لاله بگی که من میرم تو جاده شما.
هر طوری شده خودشو به من برسونه. در ضمن به پلیس هم خبر بدین که دوسه جواهر فروشی با قیافه‌های عوضی رفتن طرف شما. خودشونو برسونن. برو بریم. راز کجا میدونی چه رفتار شما؟ قرارمون این بود. Oh, God.
چرا میزنی مثلا من با تو رفیقه خود چرا میزنی؟ گردن کلوفتی؟ باز خود تو به پولیس معرفی کنی؟ خب بیا بیا چلو شما گردن کلوفتنی؟ با کتاک باری خیلی خب بیا من کتاک زنم من کتاک زنم بولاش ببینم بیزنی و در میری؟ بند خدا سر دنیا رفته نه من بیهوشم بیهوشی؟ الان بیهوشم گرده ایمد بند از دری هم تنها برسته شخص دیگری به من فقیر ناقص کمک کنم بشین بیدم بیه این کنم بشین رو بشین نبری عوضی نبری بگو من خودی جدا فهمیده این طرف بگیرش جمع کن تا بگم آمبولانس بیاد اتحاد قربان یه سلام منت خوبه؟ آره خوبه خب ببینم به موقع رسیدیم؟ آره متشکرم خیلی خب بلند شو ایشون هم باید با ما بیان برای جناب سروان تو پسرم تو پسر شجاعی هستی من ازت حمایت میکنم متشکرم حالا برو پسرم باش بفرمید چشم جلو سالو چشم مثل این که منم باید برم خودم رو معرفی کنم به من ناقص کمک کنید نه بابا انگار ریشم به ما میاد بری تو خیر اینجا هم اومدن ما از دست اینا خلاصی نداریم خوشحالم که تونستم یه نفع دیگه تو رو ببینم نو چرت جونم به بلده یه دنیا دوست دارم منم به اندازه یه دنیا خوشحالم که تو خوب شدی اگه تو نبودی بچه من برای یه عمر فلج میمون خب دیگه خواهش میکنم تمامش کنیم بفرمین بریم چشم اگه